مقام های اداره محلی هرات برای 580 تن از معتادین صحتیاب شده و جوانان نیازمند زمینه فرا گرفتن فن و حرفه را مهیا ساختند. آنان میگویند این افراد در ظرف 6 ماه حرفه هایی چون خیاطی، تعمیر موبایل، موتورسیکلت و لوازم خانگی آموزش خواهند دید. از سوی هم برخی از معتادین بهبودی یافته نبود کار و وجود مواد فروشان را عامل اصلی بازگشت به مواد مخدر عنوان کرده و تاکید میکنند با آموزش این حرفه ها به سوی مواد نشاور روی نمیآورند. بسیاری از این افراد بارها در کمپ‌های ترک اعتیاد تحت درمان قرار گرفتند و پس از سپری کردن دوران بهبود به مصرف دوباره مواد مخدر در کوچه و خیابان‌ها روی آوردند. بیکاری و وجود مواد فروشان عامل اصلی بازگشت این معتادین صحت یاب شدند. آنان میگویند دغدغه نداشتن کار و شغل باعث می‌گردد که خود را با استعمال مواد مخدر سرگرم کنند. آنان از تحت درمان قرار گرفتن و فراهم ساختن زمینه یادگیری فن و حرفه از سوی مارد اسلامی ابراز خرسندی کرده، اما تاکید میکنند که برای ریشه‌کن ساختن 100% پدیده اعتیاد باید مواد مخدر در کشور وجود نداشته باشد. شغل انسان اگه داشته باشه رو با مواد مخدر دیگه پیش نمیره. وقتی که من شغل داشته باشم دوباره سراغ مواد مخدر نمیرم. جایی که قبلا چرخ می زدم نمیرم، خیلی دوست ناباب نمیشینم. تصمیم خیلی جدی دارم که از اینجا بخیر بیرون دیگه یک مصرفیت برای ما باشه و بتونیم پس دوباره به اون شغلی که داشتیم رو بیاریم و دنبال از مواد مخدر نرم. از زمستان سال قبل فراخوان عمومی از سوی ادارات مختلف برای درمان معتادین در هرات آغاز شد و در این مدت هزاران معتاد در کمپ‌های دولتی و خصوصی تحت درمان قرار گرفتند. اما اکنون مقام‌های اداره محلی هرات مرحله جدیدی را برای جلوگیری از بازگشت دوباره معتادین صحتیاب شده به مواد مخدر آغاز کردند. فراهم ساختن زمینه کار و آموزش فن و حرفه برای این افراد. در قدم نخست 340 تن از معتادین بهبود یافته شامل این روند شدند. جمله د 500 نفر څخه 340 نفر د معتادین په بخش کې دي او 240 نفر د نور مستحق او بې وزلو ځوانانو لپاره دي چې هغه د کار او مجتمعي ریاست مربوط ځای کې عادت او دوی ته زده کړې کېږي. 2500 کسان مجرمین د مواد مخدر د مدیریت د مسؤلینو د طرفه څخه و محکمې ته یا عدلي او قضایي ارګانو ته تحویل شوي دي او پاتې کم کسان چې بیا دوی د کوچنیانو په واجبانه دوی خرڅوي او یا په یو بل واجبانه د معتادینو په ذریعہ باندې خرڅوي، خو هغه بیا موږ هم داسې یو تکتیک ورته برابر کړی دی. موږ کوشش تر ډیره اندازې دا کړی دی چې اصلي عامل وګیر کو، تر ډیره اندازې پورې هم ګیر شوي دي، هم ګیر کړی دي، هم دا کار جریان لري. با این همه همچنان در برخی از مناطق هرات مواد مخدر توسط کودکان و سایر افراد به فروش میرسد که این امر آگاهان و باشندگان هرات را نگران ساخته است. آنان میگویند که دولت باید در کنار درمان معتادان باید در قسمت تولید و فروش مواد مخدر نیز مبارزه جدی کند. هر قدر تعداد معتادین زیاد شد شما میفهمید که همقدر مشکلات از نگاه امنیتی از نگاه اجتماعی برای جامعه و بار میاره و هر قدر اگه مصرف هم بکنن این مشکل نداره و امیدوار است که زودتر فرش از این جمع شد و با قامی قاطعیتی که فعلا عمل میکنن اگر همینطور پیش برن انشاءالله مشکل حل میشه. گفتنی است که از زمان روی کار آمدن مارد اسلامی بیش از 9000 معتاد تحت درمان قرار گرفته است و در سال جاری 2500 تن در پیوند به فروش مواد مخدر دستگیر شدند.